خراخلاص د سهار ژوند خبرونه دوام تا د دو من کودکم برخه رستم جان تاسو وړاندې کړه و, و هم بخش من و کودکم را داریم که در دا بخش مهماندار هستیم جهان اورا قیاسی روان شناس امروز با ما در برنامه هستند و امروز هم در رابطه به یکی از موضوعات که در تربیت کودک تاثیر خوب داره و تاثیر مستقیم داره صحبت میکنیم که حق انتخاب بر کودکان و ای که کودکان اجازه بدن در کارهای خانه ما رو کمک بکنه به خصوص در زمان آشپزی کردن یا بعض از کارهای دیگه چقدر کمک میکنه به یک کودک خوب رو تربیه بکنیم و چقدر بالای ذهنیت یک کودک تاثیر خوب رو میتونه که داشته باشه چون کودکان در هر کار که انجام میتن مارت بسیار زریف از خود نشان میتن و امروز بیشتر استاد جهان را غیاسی در رابطه بر ما شما معلومات میتن خوش آمد نو صبحتون بخیر خوش باشه تشکر صبحتان بخیر صبح رمضانی مبارک دوست عزیز بخیر باشه بسیار تشکر چه سو میگذره رمضان الحمدلله خوب میگذره تا خوب گذشته نصف دیگه خدا را شکر اتفاق خاصی نمیگیره نه خیر نه خیر نه خب امروز یکی از موضوعات بسیار مهم دیگه ای را انتخاب کرده ایم صد که در رابطه با کار کردن اطفال در خانه است و سهم گرفتن اطفال در امور خانه است اول میخوایم در رابطه با این بدانیم که از سن چند سالگی خانواده ها دیگه کم کم اجازه بتن که اطفالشان دخالت کنند در کارهای خانه زمان که طفل بزرگ می... کم کم شروع به بزرگ شدن میکنه از سن ا... یک سالگی هست که میتونه که گپ های والدین درک بکنه <applause> از همون سن میشه که بسیار مسئولیت های خرد و کوچک مثلا سامان و بازی را که خودش نامرتب کده یا تید کده به دستش بتیم خود دقاتیش بنداز بله به کمک خود ما اما در اصل اصل از سن دو سالگی شروع میشه که ما مسئولیت های خرد و کوچک میتونیم که به طفلا واگذاری شه شروع کوونې او تاسو نه شش سالگی که میرسه مسئولیت هایشان خورد و کوچک و بسیار اندک باید باشه بعد از سن شش سالگی میشه که باز در کارهای خانه در کارهای آشپزخانه با والدینشان کمک شوند بله خب استاد چقدر تاثیر خوب میتونه داشته باشه به با اینکه که هوش و ذکاوت طفل بالا بره و طفل بتونه که تصمیم گیری خوب را یاد بگیره و بتونه که هر چیزی که دوست داره هر کاری که دوست داره اون را انجام بده کمک کردن در مسائل خانه و کارهای خانه کودک حس مسئولیت پذیری، حس اعتماد به نفس، حس انسان دوستی، حس کمک کردن به دیگر و به فامیل میته و زمانی که کودک بزرگ میشه و تبدیل به یک نوجوان و تبدیل به یک مادر یا پدر میشه اونجاست که تأثیرات خود نشان میته و یک انسان کاملا منظم با ترتیب کمک گر به جامعه تب، تبدیل میشه و انسانی می باشه که کارهای خانه مثلا اگر مرد باشه کارهای خانه به من شرم است من باید بکنم یعنی yani این احساساتی را که مردم داشته باشه دیگه اگر در کودکی با خانواده کمک کرده باشه از بزرگی نمی داشته باشند که اکثر مردهای افغانستان چون احساسات دارن که شرم است نباید در کارهای خانه کمک بکنیم مهم. یا در آشپزی با خانم کمک نکنیم با مادر ما کمک نکنیم یعنی yani در حقیقت هر انسانی باید با یکی دیگه کمک کنه مخصوصا اگر مردها در خانواده با خانما کمک میکنن یک حس بسیار خوبه میتا یک دلجویی یک محبت بسیار خوب بین خانواده ای تنظیم میکنه و ای از کودکی شروع میشه بله بعض از خانواده ها سن استاد اجازه نمیتن برای اطفالشان که کار بکنن یا مثلا بعض از اطفال هستن سن سه سالگی چهار سالگی یا پنج سالگی که میرسن ده دیگه دوست ندارم میگن که ما خود ما میخوایم همان بکنیم نه. یا مثلا میگن که ما خود ما لباس را که دوست داریم میخوایم بپوشیم ولی بله خانواده ها در این بخش ها اجازه نمیتن و میگن که شما نمیتونین درست انتخاب کنین یا نمیتونید درست خواهیم. خود پاک کنی برد. نمیتونی درست حمام بکنی در این حالات زمانی که با یک لحجه طفل خانواده ها روبرو میشن چه کار رو باید انجام بدن؟ اول خانواده باید کودک از امید دیگه به کارهای خانواده خودش عادت بته زمانی که خانواده برش بگه که تو نمیتونی خودت اما نمیتونی صحیح درست خدا پاک کنه نمیتونی من میخوایم بشویمت یا این کارا بگذار تو نمیتونی من خودم میکنم یعنی طبعا که کودک به مشکل عادت میکنه و زمانی کم کم بزرگ میشه شروع به لجبازی امور میکنه وقتی که ما کودک از سن کودکیش عادت به کارهای خانه و کمک کردن در خانواده نتیم زمان بزرگ میشه یک مسئولیت به او بتیم که این کار خودت میکنی طبعا کودک از عهدش بر نمی احساس ضعف میکنه احساس, و زفت با... بله احساس زفت میکنه و شروع به لجبازی میکنه پس ما باید از سن کودکی کودک ما را عادت به کمک کردن و کارهای خانواده چی پسر باشه چی دختر باشه بتایم. بله و چقدر رفتارهای عملی پدران و مادران تاثیر میتونه داشته باشه برای که اینا برشون بگوین از او که در رفتارهای عملیشون چقدر تاثیر خوب را میتونه داشته باشه به که از فال خوبتر حق بله. تصمیم گیری را یاد بگیره البته که اولین گزینه را که ما در عادت کردن کودکان و در تربیه کودکان استفاده میکنیم خودش یک نمونه گیری است یا یک مثالگیری از خانواده است و والدین بهترین نمونه برای خاطر کودکایشان است زمانی که والدین خودشان در خانواده بین هم با یکی دیگه کمک میکنن مثلا در آماده ساختن افتاری در آماده ساختن سحری جمع نمودن در سرخان ششتن ظرف ها هر چیزی که باشه زمانی که پدر و مادر با هم دیگه کمک میکنن کودک در اونجا امی مثال میگیره و حتی کودکا با مادر پدرشان و پدر خانوادهشان یک جا میشن در کارهای خانواده از اون مراحل یاد میگیرن دیگه بله. کمک کردن رو کارهای خانه را بله فوقا و چقدر تبیز ایجاد نکردن در کارهایی که ای کار دختر است ای کار پسر است یا ای کار باید دختر انجام بده ایره پسر انجام بده ایره انجام نده ای چقدر تاثیر منفی میتونه داشته باشه بر روحی اطفال و چقدر یک ذهنیت غلط و یک ذهنیت منفی در ام... کودکان ایجاد میکنه حس غروری که در مقابل کارهای خانواده و کمک کردن با خانواده در مردها ایجاد میشه خودش ریشه دایی نمی کودکی داره که والدین اونا را به شکل تربیت میکنن که خودت مثلا تبعیض جنسیتی خودت مرد استی ای کار نکو خودت خانم استی باید ای کارا بکنی از اون مرحله شروع میشه و زمانی که بزرگ میشن دیگه به مشکل عادت میکنن و تربیت میشن و دیگه برشان این کارها یک کارهای ناممکن و شرماور میایه <applause> پس اگر در مسن کودکی شروع کنن همراهشان و پدرای عزیز ما خانواده های محترم ما ایره به کودک خودشان عملا نشان بتن که در این کارها کدام جای شرم نیست برعکس خوب است و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان در کارهای خانواده با فامیلشان با خانمشان کمک میکردند بعد اطفال خودشان ایره درک میکنن و اگر نکنن امی ذهنیت منفی در کوردکان که این جای شرم است ما ایره ای نباید بکنم به مشکل شکل حتی زمان که از خواب بیدار میشن اما بستر خواب خود منظم کردن و جمع کردنش به خود شرم میدانن یا جمع نمیکنن و حتی بعضا امور بالای مادر خود انجام میتن یا بالای مادر, بالای بالای خوار مادر خوار یا بالای, خواهر خود انجام میتن که در اصل خودش به نظر ما ای یک گپ شرم‌آور است که ما امی وظایف شخصی خود ما را بالای دیگران انجام بدیم خب استاد چه کارهای را باید خانواده ها انجام بدن تا فرهنگ قوی بسازن و ایده در جامعه ما فرهنگ سازی بکنن تا این ها هم از بین بره و هم خانواده ها بتونن که پول خوب تربیت بکنن اول خودشان باید امی چیزی را که میخوان کودکشان تربیت شود خودشان با مشکل باید باشند خودشان باید با کودک با مشکل باید رفتار کنند مثلا اگر میخوان کودک با نظم و داشته باشند در دا کودکی خودشان امون نظم را در خانه ایجاد کنند تا کودک او مثال بگیره و با مشکل تربیت شود یا اگر میخوان که یک کودک داشته باشند که دستگیر و کمک کننده خانواده یا کمک کننده جامعه باشه خودشان با مشکل باید عملا با به کودک نشان بدن و را تشویق بکنن به این کارها وقتی که یک کار کودک کټفه لنجوم متا واز طرف خونوادش تقدیر او تشویق میگیره ای خېل زهنیته مثبته په کده کې ایجاد میکنه دقیقہ او همچنان هم تشویق وکنن او هم اطفال به مورا خودشان سوق بدن بله واقعا که تشویق کردن در بله. کوچکترین کارها هم تاثیر بسیار خوب را میتونه داشته باشه حتی اگر ما کلان هم هستیم وقتی که در یک کار ما حمایت میشیم تشویق میشیم او کار دفعه بعدی به صورت خوبترش انجام بله. میدیم همه قسم در کودکان هم قوه هست به نظر شما چقدر ایجاد شدن همچین اپلیکیشن ها مثل من و کودکم که راهکارهای بسیار خوب را بر خانواده ها نشان میتونه های نوین تربیت نشان میده چقدر مؤثر بوده میتونه استاد چون اپلیکیشن را که ایجاد کردین خوال خیلی تشکری میکنم و بسیار یک اپلیکیشن خوب است و ایجاد چون این اپلیکیشن ها برنامه هایی که در تلویزیون ها نشر میشه برنامه های زنده نشر میشه اینا خیلی تاثیر مثبت داره و من از تجارب خودم هم میفهمم که چقدر مثلا مادر ما زمانی که ای برنامه های ایجاد نشده بود مثلا اپلیکیشن های ایجاد نشده بود <متحدث> رفتارش با ما چگونه بود و فعلا چی رقم است البته خانواده ها را ما مشناسیم که از قبلا چی رقم بودن و آل چی رقم با رفتار کودکشان <متحدث> هماهنگی نشان میتن خیلی مفید است و اپلیکیشن من و کودکم که خودم به خاطر تربیت طفل و همچنان به خاطر تہ تربیته شاګردایم از یبل کیشن استفاده میکنوم بسیار یک اپلیکیشن مفید هست خیلی معلومات در دلچسپ و را خیلی معلومات مفید داره بیننده محترم میتونن کی ی اپلیکیشن داونلود بکنن و استفاده بکنن و هر بخشی را که دو اپلیکیشن است واقعا که هر کدامش به صورت یک فعالیت زنده تحقیق در اونجا آمده و میشه ما استفاده بکنیم بله و خانواده ها هم میتونن که یه اپلیکیشن به صورت رایگان در اپستور از اپسور و پلی استور در موبایل های اندروید و ایوس انستال بکنن و از تمامی موارد که ذکر شده در اپلیکیشن استفاده بکنن بسیار تشکر استاد جهان را که شما آمدین به برنامه ما واقعا موضوعات و معلومات بسیار خوب را با ما شریک ساختین اگر کسی از شما باقی مانده باشه و هم پیام داشته باشین میشنویم ما یک پیام به خانواده خدا عزیز محترم دارم که زمانی که یک تربیت را میخواند کودک ایجاد بکنن باید به شکل متداوم امور ایجاد بکنن بعضی از خانواده هستن مثلا برنامه ما شما را دیدن خیلی سر شوق میان میرن و امو گفتیم بالای طفل خود تطبیق میکنن و بعد از او یک بار دو بار تطبیق کردن بعد از فراموششان میشه یعنی تداوم در کارشان وجود نداره و همین که تربیت از دست از میره و برعکس عمل میکنه تدام در کارها خیلی مهم است بقید. هر مرحله را که ما میخواییم به خاطر رشد تربیت کودک ما شروع بکنیم او را باید به شکل منظم و متدام ادامه بدیم تا که یک نتیجه بهتر از اون بله بیاریم. واقعا زمانی که یک تصمیم میگیریم تطبیق کردنش بقید. مهم است بسیار تشکر استاد روز و خوب و خوش سلامت باشین روزتان بخیر و تشکر از امروی شما همچنان تا سم کبالای شیشه در من و کودکم اپلیکیشن بخ پل رو که دانلور کردید ترسو و کبالای شیشه ما شما مو پا نوین توگه تربیعت کردید د منی سو بيرته راګرزو د فیزي امريي لمړني شوندي کوسرشره